دموکراسی از چه فرایندها و مرحله هایی می گذرد؟ نظام دموکراتیک چگونه شکل می گیرد؟ چه مؤلفه ها و شرایطی برای تحقق دموکراسی لازمند؟ آیا دموکراسی تنها به معنای حاکمیت رأی اکثریت در انتخاباتی آزاد و منصفانه است؟ یا تحقق دموکراسی به تحقق مؤلفه ها و شرایط دیگری نیز نیازمند است؟ آیا تحقق دموکراسی در عصر ما در همه جوامع بشری امکان پذیر است یا تفاوت‌های ساختاری اجتماعی، فرهنگی و تاریخی تحقق پذیری دموکراسی را به برخی از جوامع محدود و تحقق آن را در برخی از جوامع ناممکن می‌کند؟ آیا در جامعه‌ای که همه شهروندان آن از امکانات نسبتاً برابر رشد و تعالی مادی و معنوی برخوردار نبوده و شکاف فقر و ثروت از جمله به انحصاری شدن رسانه‌ها و امکانات تبلیغاتی در دست لایه‌های ثروتمند منجر شده و اکثریت فقیر از تحصیلات عالی و دیگر امکانات رشد سیاسی برخوردار نیستند، می‌توان از مردم سالاری واقعی و از نقش همه شهروندان در مدیریت سیاسی سخن گفت؟ حقوقی چون آزادی بیان، برگزاری آزاد اجتماعات، تأسیس حزب و نهادهای صنفی و انتخاب کردن و انتخاب شدن از مؤلفه‌های دموکراسی هستند. اما بهره‌گیری از این حقوق بدون امکانات مالی ممکن نیست. آیا در جامعه‌ای که اکثریت شهروندان آن از امکانات مالی محرومند، این حقوق محتوای خود را از دست نمی‌دهند؟ و آیا در عمل فقط شماری از صاحبان این امکانات از این حقوق بهره‌مند و دیگران از آنها محروم نمی‌شوند؟ چه رابطه و نسبتی بین اعلامیه حقوق بشر و دموکراسی و نظام دموکراتیک وجود دارد؟ و آیا رعایت مواد مندرج در منشور بین المللی حقوق بشر و میثاق وابسته به آن به معنای تحقق دموکراسی نیز هست؟ آیا اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون‌های پیوسته به آن حقوق جهان شمول همه انسان‌ها در همه جوامع و فرهنگ هاست یا تحقق این حقوق در عمل فقط در برخی از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و در برخی از فرهنگ ها ممکن است؟ آیا مواد مندرج در اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی وابسته به آن قوانینی فراتر از رأی‌گیری هستند که حتی به رغم رأی منفی اکثریت اعتبار و مشروعیت دارند؟ یا رأی اکثریت در انتخاباتی منصفانه و آزاد می تواند برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر را نفی کند؟ حاکمیت و مشروعیت رأی اکثریت در انتخاباتی آزاد و منصفانه از اصلی ترین مؤلفه های دموکراسی است. اما اگر اکثریت یک جامعه در انتخاباتی منصفانه و آزاد علیه برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر رأی داد چه باید کرد؟ رأی اکثریت علیه اعلامیه حقوق بشر تا چه حد اعتبار و مشروعیت دارد؟ اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی وابسته به آن چون کنوانسیون حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق زنان با ادیان و مذاهب مختلف و با فرهنگ‌های متفاوت چه نسبتی دارند؟ آیا دموکراسی و حقوق بشر در همه جوامع و فرهنگ‌ها تحقق پذیرند؟ دو اصطلاح دموکراسی و حقوق بشر شاید بیش از هر اصطلاح سیاسی و اجتماعی دیگری در علوم سیاسی و در بحث‌های سیاسی و اجتماعی در ایران به کار می‌روند. فکریه، مفهوم و اصطلاح دموکراسی از دوران مشروطه به بعد در ایران مطرح شد. بسیاری از متفکران ایرانی از مشروطه به بعد دموکراسی را بهترین و مطلوب‌ترین نظام سیاسی می‌دانند. اغلب گرایش‌ها، سازمان‌ها و حزب‌های سیاسی ایرانی نیز به ویژه در دو دهه اخیر بر اعتقاد خود به دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر تأکید کرده و هدف اصلی خود را تحقق دموکراسی و اعلامیه حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنند، هرچند برداشت‌های متفاوتی از اصطلاح دموکراسی به دست می‌دهند. واژه دموکراسی در ایران گاه با پسوندهای مانند دینی، لیبرال، کارگری، خلقی و سوسیالیستی به کار می رود و با هر پسوند از معنای اصلی خود دور می شود. اعلامیه حقوق بشر به ویژه در دو دهه گذشته در بحث‌های سیاسی و اجتماعی ایران مطرح شده و اغلب گرایش‌های فکری و سیاسی رعایت مواد این اعلامیه را از شرایط اصلی دموکراسی می‌دانند. هواداران اعلامیه حقوق بشر بر جهان شمول بودن مواد این اعلامیه و مواد کنوانسیون‌ها و میثاق‌های پیوسته به آن تأکید می‌کنند.
اما اغلب گرایش های اسلامی در ایران و دیگر کشورها اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های پیوسته به آن را نه حق سلب ناپذیر همه انسان ها در همه جوامع و فرهنگ ها که ارزش های برآمده از فرهنگ اروپای غربی پس از رنسانس تلقی کرده و حقوق بشر اسلامی را در برابر اعلامیه حقوق بشر مطرح می کنند، هرچند هنوز هیچ تعریف مشخصی از حقوق بشر اسلامی ارائه نشده است. بینش انسانگرایانه، اومانیزم، انسان و نه خدا را محور هستی می داند و خردگرایی، راسیونالیزم، عقل نقاد خودبنیاد آدمی را تنها مرجع شناخت می شناسد. از منظر گرایش های اسلامی، ارزش ها و حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر بر بستر انسانگرایی و خردگرایی تدوین شده و از فرهنگ غیر اسلامی اروپای غربی پس از رنسانس الهام گرفته است. از نظر گرایش های اسلامی، جوامع اسلامی به نوعی از حقوق بشر نیاز دارند که از فرهنگ دینی آنان برخواسته و با آن سازگار باشد. دولت ایران پیش از انقلاب اعلامیه حقوق بشر را امضا کرد. حکومت جمهوری اسلامی این امضا را پس نگرفت، اما میثاق‌های جهانی پیوسته به اعلامیه حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق زنان را با حق تحفظ امضا کرد. امضا با حق تحفظ به این معناست که امضا کننده حق مخالفت با برخی از بندهای میثاق امضا شده را برای خود حفظ کرده و به رعایت موادی که با آنها مخالف است متعهد و پایبند نیست. به عنوان مثال بر اساس کنوانسیون حقوق کودک آموزش نظامی به کودکان زیر 18 سال ممنوع است و بر اساس کنوانسیون حقوق زنان زنان و مردان در برابر قانون از حقوق برابر برخوردارند. اما قوانین جمهوری اسلامی آموزش نظامی به کودکان زیر 18 سال را مجاز می‌داند و در برخی از قوانین ایران از جمله مجازات قتل و نقص عضو دیه یا ارث زنان از حقوق کمتری نسبت به مردان برخوردار بوده و در برابر قانون با مردان یکسان نیستند. برخی از گرایش‌های چپ سنتی ایران و جهان بران بودند که تحقق دموکراسی واقعی در نظام سرمایه‌داری که بر نابرابری اقتصادی شکل گرفته است ممکن نیست. این گرایش‌ها حکومت‌های دموکراتیک کنونی را دموکراسی بورژوایی لقب داده و بران بودند که دموکراسی واقعی یا به گفته آنان دموکراسی کارگری، دموکراسی خلقی و دموکراسی سوسیالیستی تنها در جامعه‌ای ممکن است که سلطه سرمایه و نابرابری‌های اقتصادی از بین رفته باشد. حقوق بشر در گفتمان و ادبیات سیاسی و اجتماعی معاصر اصطلاح حقوق بشر برای چند متن از جمله منشور جهانی حقوق بشر که سازمان ملل آن را در سال 1948 تصویب کرد و کنوانسیون‌ها و میثاق‌های وابسته به آن مانند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که سازمان ملل آنها را در سال 1966 تصویب کرد اطلاق می شود. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برخلاف منشور جهانی حقوق بشر از نظر حقوق بین المللی اعتبار قانونی دارند. دو متن کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق زنان نیز از متن‌های بین المللی حقوق بشری هستند. مؤلفه های دموکراسی از یونان باستان تا کنون تعریف های گوناگونی درباره دموکراسی ارائه شده است، اما در گفتمان و ادبیات سیاسی، اجتماعی و فلسفی معاصر برخی از مؤلفه ها به عنوان شاخصه های دموکراسی مطرح شدند و درباره این مؤلفه ها توافق نسبی وجود دارد. دموکراسی نظامی است پارلمانی و مبتنی بر رأی اکثریت در انتخابات آزاد و منصفانه. در دموکراسی ها همه شهروندان در برابر قانون از حقوق یکسان برخوردارند و پارلمان هیچ قانون تبعیض‌آمیزی را بر علیه اقلیت ها تصویب نمی کند. در دموکراسی ها وضع قوانین و انتخاب حکومت ها فقط وظیفه و حق شهروندان است. سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه در دموکراسی ها تفکیک شده و از هم مستقلند. استقلال قوای سگانه قانونگذاری، اجرایی و قضایی از مؤلفه های اصلی دموکراسی است و هیچ نهاد یا مرجعی فراتر از قوای سگانه نیست. در دموکراسی ها مجلس های برآمده از انتخابات آزاد و منصفانه تنها مرجع قانونگذاری هستند.
حکومت در دموکراسی ها بر رأی محدود اکثریت مبتنی است. صفت محدود در این عبارت از جمله بدین معناست که حکومت برآمده از رأی اکثریت نه فقط از حقوق اکثریت که از حقوق همه شهروندان و به ویژه اقلیت ها دفاع کرده و حق حضور و فعالیت آزاد اقلیت ها را تضمین می کند. مسئولان قوای مجریه و مقننه و نمایندگان مجلس در دموکراسی ها منتخب مستقیم یا غیر مستقیم مردم بوده، متناسب با اختیارات خود در برابر مردم پاسخگو هستند و مردم امکان و حق آن را دارند که آنها را جایگزین کنند. در دموکراسی ها بر تغییرپذیری و محدودیت زمانی مسئولیت های مهم سیاسی، قضایی و قانونگذاری تاکید شده و مردم در پایان دوره های مشخصی مسئولان و برخی از مدیران اصلی قوای مجریه و قضاییه و نمایندگان مجلس را دوباره انتخاب می کنند. در دموکراسی ها مردم می توانند در برخی از شرایط پیش از پایان دوره مسئولیت مسئولان نیز آنان را معزول و کسان دیگری را به جای آنان انتخاب کنند. تضمین حق حضور و فعالیت آزاد اقلیت‌ها، آزادی عقیده، دین و وجدان، حق فعالیت آزاد احزاب سیاسی، نهادها و اتحادیه‌های صنفی، آزادی رسانه‌ها و آزادی اجتماعات از مؤلفه‌های اصلی دموکراسی است. بر اساس قانون اساسی کشورهای دموکراتیک، نهادهایی چون دیوان عالی کشور قوانین مصوب مجلس را از منظر هماهنگی با قانون اساسی بررسی می‌کنند. قانون اساسی دموکراسی‌ها نیز با رأی اکثریت اما با نسبت بالاتری از قوانین عادی تغییرپذیر است. ساختار حکومت‌های دموکراتیک بر تمرکز زدایی، محدود کردن قدرت و نظارت نهادینه شده مردم بر قدرت بنا شده و راهکارها و نهادهای گوناگون نظارت مردم بر سه قوه را ممکن می‌کنند. نظام سیاسی کشورهای اروپای غربی به عنوان نمونه‌های دموکراسی معرفی می‌شوند. در این جوامع و حکومت‌ها ارزش‌هایی چون استقلال فرد، پلورالیسم، تنوع و گوناگونی عقاید و علایق و آمادگی جامعه برای شرکت در گفتگوی خردمندانه تا حد بالایی نهادینه شده است. مؤلفه هایی را که برشمردیم شاخصه های انتزاعی بوده و در کمتر حکومتی در جهان 100% تحقق یافتند. گرایش های سیاسی یا نظری که پسوند و پیشوند هایی چون دینی، سوسیالیستی، خلقی، کارگری، شورایی، بورژوایی، لیبرال یا کاپیتالیستی را به دموکراسی می افزایند، یک یا چند شاخصه از شاخصه های گفته شده را نفی می کنند. به عنوان مثال در دموکراسی دینی، یک دین یا مذهب به عنوان مذهب رسمی بر دیگر دینها و مذهبها برتری می‌یابد. مبانی و آموزه‌های دینی نیز در کنار رأی اکثریت مرجع و منشأ قانون‌گذاری است. در این نوع از دموکراسی همه حقوق مردم و همه آزادی‌ها در چارچوب قوانین دینی و شرعی اعتبار داشته و نمی‌توانند با مبانی دینی با برداشت بنیادگرایانه یا رفرمیستی در تضاد باشند. در دموکراسی دینی نهاد یا نهادهایی بر مصوبات مجلس نظارت کرده، آنها را با مبانی دین رسمی سنجیده و حق دارند رأی اکثریت را لغو و وتو کنند. رابطه درونی حقوق بشر و دموکراسی. دموکراسی و حقوق بشر چه رابطه و نسبتی با هم دارند؟ اگر مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت که از مؤلفه های اصلی دموکراسی است با اعلامیه حقوق بشر در تضاد بود، کدام یک ارجحیت مشروعیت و اعتبار دارد؟ در تجربه هایی چون رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1357 و انتخابات مجلس خبرگان اول در ایران یا در انتخابات سال 1981 در الجزایر، اکثریت رای دهندگان در انتخاباتی که نسبتاً منصفانه و آزاد بودند به قوانینی رای دادند که با اعلامیه حقوق بشر در تضاد بوده و حاکمیت رای اکثریت و همچنین دیگر مؤلفه های دموکراسی را نفی و منتفی می کردند. قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب در این انتخابات برخی از حقوق اساسی از جمله آزادی رسانه‌ها و احزاب، آزادی ادیان و آزادی نداشتن دین، حق برابر زنان و مردان در برابر قانون و حق برابر همه شهروندان در برابر قانون را لغو و مشروعیت قوانین مصوب مجلس و رأی اکثریت را به تطبیق با مبانی دین رسمی مشروط می‌کند. نتایج این انتخابات گرچه خواست اکثریت بود، اما حقوق اقلیت‌ها و حق رأی اکثریت را برای همیشه نفی می‌کردند. تبعیض و نفی حقوق زنان و اقلیت‌ها با اعلامیه حقوق بشر و مؤلفه‌های اصلی دموکراسی در تضاد است.
با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اکثریت حق رأی و حق حاکمیت را از خود سلب و به نهادهایی چون ولی فقیه و شورای نگهبان واگذار کرد و مبانی مذهب شیعه و قوانین شرعی این مذهب را بر رأی اکثریت مقدم شمرد. پذیرش نتیجه چنین انتخاباتی به معنای نفی اعلامیه حقوق بشر است و نفی نتیجه این انتخابات نیز با مشروعیت رأی اکثریت در تضاد است. انتخاباتی که نتیجه آن انتخابات آزاد و منصفانه، مشروعیت رأی اکثریت و دیگر مواد منشور جهانی حقوق بشر را نفی کند، خود را و شرایط و دلایل وجودی خود را نفی کرده است. آیا می توان چنین انتخاباتی را نفی کرد، نتیجه آن را نپذیرفت و به رأی اکثریت بی‌اعتنا ماند؟ اگر چنین است، چه هنگامی، در چه شرایطی و با چه معیارهایی می توان نتیجه انتخابات و رأی اکثریت را رد کرد و همچنان به موازین دموکراسی وفادار بود؟ مباحث و پرسش‌های از این دست که در مباحث علوم سیاسی چند دهه اخیر به مشکل دموکراسی الجزایر مشهور شده است، از دوران کانت و روسو که نخستین بحث‌ها درباره دموکراسی مدرن آغاز شدند مطرح بودند. در قرن 18 میلادی متفکرانی چون امانوئل کانت با نقد دیکتاتوری اکثریت حقوق بشر را بر رأی اکثریت ترجیح می‌دادند. از منظر کانت همه انسان‌ها به این دلیل که انسانند از حقوق بشر برخوردار بوده و این حقوق را در هیچ شرایطی نمیتوان سلب کرد. به گفته کانت، حاکمیت مردم مطلق نیست و حقوق انسانها یا همان حقوق بشر حد و مرز حاکمیت مردم را تعیین میکنند. کانت برام بود که همه انسانها از حق خودتعیینی یا خودمختاری یا حق حاکمیت بر خود برخوردارند، اما حق ندارند یا نمیتوانند به اتکا یا به استناد به این حق با شرکت در انتخابات آزاد به قوانینی رأی دهند که این حقوق و حقوق بشر را نفی کنند. متفکرانی مانند روسو به رابطه درونی بین حقوق بشر و دموکراسی معتقد بوده و بران بودند که حق خودتعیینی یا خودمختاری انسانها را هیچ چارچوب و حد و مرزی از پیش محدود نمی کند. روسو معتقد بود که اراده خودمختار انسانها تنها در قوانین کلی و انتزاعی و قانونگذاری دموکراتیک تجلی می‌یابد و در چنین فرایندی همه قوانین خود به خود با حقوق بشر سازگار خواهند بود. در دهه‌های اخیر نیز نظریه‌های متفاوتی درباره رابطه درونی دموکراسی و حقوق بشر ارائه شدند. برای مثال، نظریه پرداز بزرگ آمریکایی جان رالز معتقد بود که تحقق حداقلی برخی از مواد حقوق بشر در جوامع غیر دموکراتیک نیز امکان پذیر است. متفکران نسل جدید مکتب فرانکفورت مانند یورگن هابرماس، فیلسوف بزرگ آلمانی یا شاگرد او راینر فورست بر این نظرند که دموکراسی و حقوق بشر دو سوی جدایی ناپذیر یک سکه‌اند و تحقق واقعی و تمام عیار یکی بدون تحقق دیگری ممکن نیست. به نظر هابرماس، چگونگی فرایند قانونگذاری خود به خود آنچه را که قانون خواهد بود محدود می کند. از نظر هابرماس، همه ی آنچه که قانون نامیده می شود اعتبار اخلاقی ندارد. در تئوری انتقادی هابرماس و مکتب جدید فرانکفورت، تنها قوانینی معتبرند که در فرایند گفتمان خردمندان مطرح و تصویب شده باشند. این سخن به این معناست که تنها قوانینی معتبرند که تمام کسانی که این قوانین بر زندگی آنها تأثیر می‌نهد بتوانند آنها را با دلایل معتبر و عقلانی در فرایند گفتگوی خردمندانه بپذیرند. هابرماس بر این عقیده است که فرایند قانونگذاری یعنی چگونگی قانونگذاری بر نتیجه قانونگذاری تأثیر مستقیم دارد. از نظر هابرماس قوانینی که از راه گفتمان خردمندانه و در فرایند دموکراتیک تصویب می شوند هرگز برخلاف حقوق بشر نخواهند بود. بر بستر این نگاه مشکل الجزایر یا ایران یعنی مشکل قوانینی که با رأی اکثریت تصویب می شوند اما با حقوق بشر در تضادند بدین سان حل می شود که هیچ دموکراسی واقعی نمی تواند قوانینی برخلاف یا متضاد با حقوق بشر تصویب کند، چرا که قوانین متضاد با حقوق بشر قانونگذاری دموکراتیک را در آینده ناممکن و دموکراسی را ملغا می کند. بنابراین رأی اکثریت به قوانین متضاد با حقوق بشر دموکراتیک نبوده و از نظر اخلاقی معتبر نیست. اگر اکثریت
به قوانین مخالف با حقوق بشر رأی دهد، حق قانونگذاری را از خود سلب و به نهادهای دیگر واگذار کرده و اساس دموکراسی یعنی حاکمیت رأی اکثریت را منتفی و دموکراسی را محدود کرده است. اعمال حق قانونگذاری بر خود اکثریت برای تصویب قوانین متضاد با اعلامیه حقوق بشر محدود کننده دموکراسی است و پیش زمینه ها و استلزامات و شرایط اعمال این حق را در آینده نقض کرده و آن را محدود می کند. اگر اکثریت مردم با اتکا به حق قانونگذاری به قوانین خلاف حقوق بشر رأی دهند، حق قانونگذاری را از خود سلب و به حکومت‌های مستبد واگذار کردند و چنین انتخابی به دلیل نفی حق قانونگذاری اکثریت معتبر نیست. دموکراسی تنها رأی‌گیری و تسلیم شدن به رأی اکثریت نیست و فقط در روز رأی‌گیری تجلی نمی‌یابد. دموکراسی فرایندی است نهادینه شده، مستمر و توقف ناپذیر. شرکت فعال در فرایند گفتمان انتقادی و خردمندانه و شرکت در گفتمان سیاسی از استلزامات اصلی دموکراسی است. گفتمان خردمندانه نیز بدون آزادی بیان، آزادی مذاهب، آزادی همه احزاب و عقیده ها، برابری انسان ها در برابر قانون و دیگر مواد اعلامیه حقوق بشر ممکن نیست. حقوق بشر لازمه و مؤلفه جدایی ناپذیر گفتمان خردمندانه و حکومت دموکراتیک است. گذار به دموکراسی. چگونگی گذار از استبداد به دموکراسی از مهمترین بحث‌هایی است که در سیاست نظری مطرح می‌شوند. این بحث به ویژه در جوامع استبدادی چون ایران از اهمیت بسیار برخوردار است. دموکراسی به معنای امروزی آن در اروپای غربی در فرایندی چند صد ساله همگام با تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی بزرگی چون انقلاب صنعتی، جایگزینی سرمایه‌داری با فئودالیسم، نقد دین، انقلاب‌های بزرگی چون انقلاب کبیر فرانسه، تحولات بزرگ در فلسفه، علوم اجتماعی و انسانی، ادبیات و هنر و علوم تجربی و بر بستر نیازهای درونجوش جامعه و در روندی همگن و موزون تحقق یافت. پیش شرط‌ها و استلزامات نظری و عملی دموکراسی نیز گام به گام و در فرایندی موزون و پیوسته پدیدار شدند. حال جوامعی چون ایران که سنت استبداد نهادینه شده در ساختارهای سیاسی و فرهنگی را از گذشته به ارث برده، تحولات ساختاری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی کشورهای اروپای غربی پس از رنسانس را تجربه نکرده، در روند رشد ناموزون و مبتنی بر گسست با تضادهای عمیق حل نشده درگیر بوده و به ده‌ها دلیل دیگر روندی متفاوت با جوامع اروپای غربی را تجربه کرده و می‌کنند، چگونه و در چه فرایندی به دموکراسی دست خواهند یافت؟ پیدایش سرمایه‌داری از دلایل پدید آمدن دموکراسی در اروپای غربی بود و دولت در این جوامع مالکیت و مدیریت بخش اصلی اقتصاد را در انحصار خود نداشت. در برخی از کشورهای استبدادی چون ایران، اقتصاد نه بر تولید، توزیع و خدمات مبتنی بر بستر مناسبات سرمایه‌داری برآمده از انقلاب صنعتی که بر توزیع درآمدهای نفتی شکل گرفته، دولت مالکیت و مدیریت منبع اصلی اقتصاد را در انحصار داشته و نهاد توزیع درآمدهای نفتی نیز هست. در چنین بافتی چگونه میتوان دولت را به پذیرش رأی اکثریت مجبور کرد؟ در اغلب متون فلسفه سیاسی از عواملی مانند رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی و فرهنگی به عنوان پیش‌شرط‌های لازم برای گذار به دموکراسی نام می‌برند، اما برخی از متفکران در چند دهه گذشته از عواملی چون ترکیب لایه‌های حاکم، دینامیزم تضاد و تعادل قدرت در این لایه‌ها، نقش نخبگان و عواملی از این دست به عنوان شرط‌های مهم تحقق دموکراسی در کشورهای توسعه نیافته یاد می‌کنند. لنین زمانی گفته بود که انقلاب هنگامی رخ می‌دهد که مردم نخواهند و دولت نتواند. این سخن بدین معناست که حکومت مستبد هنگامی سرنگون می‌شود که لایه‌های مؤثری از مردم به صورت بالفعل خواهان سرنگونی حکومت بوده و عزم آن کرده باشند که حکومت را در هم بشکنند و حکومت نیز به دلیل اوجگیری تضادهای درونی یا دلایل دیگر نتواند سیاست واحد سرکوب را اعمال کرده و توانایی بسیج نهادها و نیروهای سرکوبگر خود را برای سرکوب مردم از دست داده باشد یا این نیروها از اجرای فرمان حکومت در سرکوب مردم سرباز زنند.
در برخی از مقاطع تاریخی حکومت‌های استبدادی به دلایل گوناگون تضعیف شده و ضعف حکومت به ناراضیان و به نهادهای جامعه مدنی امکان می‌دهد که برای تحقق دموکراسی و حقوق خود فعالیت کنند. رژی دبره متفکر فرانسوی این موقعیت را ضعف حاکمیت سیاسی نام داده و از دموکراسی نهادینه شده متمایز می‌کند. از نظر او دموکراسی هنگامی تحقق می‌یابد که زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن فراهم شده باشد. در موقعیت ضعف حاکمیت سیاسی، مردم و نهادهای سیاسی و صنفی و رسانه‌ها به برخی از حقوق خود دست می‌یابند، اما نه به دلیل فراهم بودن پیش شرط‌های دموکراسی و نهادینه شدن آن در جامعه، که به دلیل ضعف حاکمیت سیاسی و ناتوانی حکومت در سرکوب مخالفان. از نظر رژی دبره دموکراسی نهادینه شده در جامعه را نمیتوان به آسانی از بین برد، اما آزادی های برآمده از ضعف حاکمیت سیاسی با قدرتمند شدن حکومت از بین رفته و سرکوب می شوند. شکست نظامی یا حمله ارتش خارجی نیز می تواند به نوعی از دموکراسی منجر شود. در شهریور 1320 هجوم ارتش‌های متفقین به ایران به استبداد رضا شاه پایان داد و ایرانیان از 1320 تا 1332 از برخی از آزادی‌ها برخوردار شدند. برخی از نویسندگان ایرانی نیز عواملی چون تشدید نارضایتی عمومی، سازماندهی نارضایتی، ایدئولوژی مخالفت، قدرت مقاومت و کیفیت رهبری مخالفان حکومت را در گذار به دموکراسی مؤثر می‌دانند. شکل‌گیری و قدرتیابی نهادهای مستقل مردمی به عنوان بخش مهم جامعه مدنی می‌تواند راه گذار به دموکراسی را هموار کند، اما حکومت‌های استبدادی می‌کوشند تا از شکل‌گیری نهادهای مستقل مردمی جلوگیری کنند. برخی از متفکران با تاکید بر نقش و تأثیر مهم جامعه مدنی و NGO ها در روند گذار به دموکراسی برانند که این نهادها حتی در حد و اندازه کوچک و در قالب محافل و نهادهای محلی و محله‌ای نیز نقش مهمی در زمینه سازی گذار به دموکراسی ایفا کرده و تقویت آنها می تواند راه گذار به دموکراسی را هموار کند. در نهادهای مستقل مردمی، شهروندان، رأی‌گیری، مشروعیت رأی اکثریت، گفتگوی خردمندانه و دیگر قواعد نهادهای دموکراتیک را تمرین می‌کنند و این قواعد را به تدریج فرا می‌گیرند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که راه‌های گذار به دموکراسی یکسان نیستند و نمی‌توان نسخه واحدی از آن را برای جوامع متنوع تجویز کرد. جوامع گوناگون بر بستر ساخت و بافت فرهنگی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی و مناسبات بین المللی راه‌های متناسب با خود را در گذار به دموکراسی